نیویورک، شهری که دیدنش شاید برای بسیاری ها از جمله شما رویا باشد. ما در این گزارش به نکات پرداختیم که شاید تا کنون در مورد این شهر رویایی نشنیده باشید. شهری که دهها جوانان و فیلم‌های هالیوود را به سوی خود جلب کرده و آسمان خراش‌هایش ایده بوده برای ساخت ساز بسیاری از شهرهای دنیا. اوکسوس به این شهر می رود تا از نزدیک ببیند واقعاً در آنجا چی خبر است. با ورود به شهر نیویورک، نخستین چیزی که به چشم می خورد خیابان‌های باریک، بیروبار و مزدحم است که روند کار و زندگی با غروب آفتاب در آن پایان نمی‌یابد. یکی از مزدحم‌ترین قسمت‌های شهر تایمز اسکویر یا چهارراهی تایمز است که جهانگردان زیاد را شب روز به سوی خود می‌کشاند. دور بر این ساحه با ساختمان‌های بلند و اسکرین‌های اعلاناتی بزرگ احاطه شده که این چهارراهی را پر زرق و برق کرده و حتی در هنگام شب نیز به آن روشنایی می‌بخشد. شهر نیویورک بیش از 8 میلیون نفوس دارد. حدود 30% آن را پناهنده‌ها تشکیل می‌دهد. هم‌اکنون در این شهر پرجاذبه بیشتر از 200 ملیت از سراسر جهان زندگی می‌کنند. از این شهر به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان نام برده می‌شود. اگر هوای گردش تمام شهر را به سر دارید، این بس‌های دو منزله شما را به بهترین وجه ممکن به سمت مقصود می‌رساند. در مسیر این شهرگردی با جاذبه‌های توریستی جالبه و نیز چیزهای عجیب مانند این بوده که در سیم‌های برق گیر افتاده برمی‌خورید. اگر در منزل دوم سرویس‌ها می‌نشینید، مواظب درخت‌های سطح جاده باشید که اذیتتان نکند. جاده‌های پرپیچ و آلودگی صوتی شاید کم برایتان اذیت کننده باشد، ولی نگران نباشید، اینجا دریاچه‌ای در این بخش شهر از شما با آب و هوای گوارا و محیط آرام بخش پذیرایی می‌کند. بسیاری گردشگران ترجیح می‌دهند با استفاده از کشتی در این دریاچه به تماشای مکان‌های دیدنی نیویورک بروند. تندیس آزادی نیز در مسیر تور این کشتی قرار دارد. این مجسمه مسی که در جزیره آزادی شهر نیویورک قرار دارد، یکی از معروفترین آثارهای این شهر است. تحفه ای از مردم فرانسه که در سال 1886 در 100مین سال روز استقلال امریکا به این کشور هدیه داده شده است. این فواره های عمیق و زیبا یادآور خاطره های تلخ نیویورک است. مکانی که قبلاً در آن برج‌های مرکز تجارت جهانی پیشین قرار داشت و در 11 سپتامبر 2001 با حملات القاعده فرونشست. در دیوارهای این فواره‌های آب نام‌های افراد حکاکی شدند که جان‌هایشان را در این واقعه از دست دادند. در کنار این فواره‌های آب ساختمان‌های جدید مرکز تجارت جهانی ایمار گردیده است که سیاحان زیاد را به دور بر خود جمع می‌کند. سمت یکی از آسمان خراش‌های مشهور این شهر است که طبقات بالایی آن برای مشاهده سطح شهر و رصد کردن اختصاص یافته است. در اینجا می توانید که با زاویه 180 درجه سطح شهر را تماشا کنید و یا با دیزاین شیشه‌ای و جالب این ساختمان خود را مصروف نگه دارید. در دقایق اخیر گردشگری در سطح شهر شاید خیلی خسته و نیز عصبانی شوید. سیستم ترانسپورتی نامنظم، استگاه‌های قطار وحشتناک با رژه رفتن موش‌هایش، زباله‌های کنار جاده، گرسون‌های پرتوقع و راننده‌های پر سر و صدای این شهر سر اعصابتان تأثیر خوب نمی‌گذارد. آلودگی صوتی و رفت آمد انبوه مردم به گونه 24 ساعته نیز دلگیر و خسته کننده است. اگر شما فرد هستید که می‌خواهید روزهای رخصتی تان را در آرامش سپری نمایید، نیویورک را فراموش کنید.